با تازگی کار استخراج این معدن سنگهای نیمه قیمتی در بادغیس شروع شده است. مسئولان محلی در این ولایت میگویند کار استخراج این معدن با یک شرکت داخلی قرارداد شده است و بابت هر تن استخراج این سنگ 2 میلیون افغانی به دولت میپردازد. این معدن در ساحات ولسوالی آبکمری در منطقه چشمه شیرین کشف و حالا استخراج میشود. این یک معدنی که ما کشف کردیم، اولا از کسایی که اونا رو می بردن قاچاق میکردن، به اصطلاح باز ما کشف کردیم، به سر چکمه این سنگ ها اینا گیر شد، باز ببردیم مردم رو بیاردیم اینجا، دید و بازدید کردیم، منطقه رو بررسی کردیم، معدن بیدیدیم، باز خود مقام وزارت ما اطلاع شریک کردیم با اونا، به اطلاع اونا برسوندیم که اینجا به این منطقه ای تو معدنی وجود داره. پشش کل که مجه تقریبا ترشال پوری دوغن کسان چو غیر قانونی کندل کوله آغا گرفتار سویدی او قانونی جزا او ته ورکول سویده، هم در از پر دیرو ساحو څخه موږ مخنیوی کړی دی. مسئولان اداره معادن و پترولیم بادغیس میگویند این سنگ ها قبلا قاچاق میشد و نیروهای امنیتی تعداد از قاچاقبران را در این ولایت بازداشت کردند، اما پس از آن این معدن کشف و چگونگی استخراج آن را با مقام های وزارت معادن در میان گذاشتند. بنان بر اساس فیصله وزارت معادن و پترولیم، روند استخراج این معدن با یک شرکت داخلی قرارداد شده است. این خود معدن فلورایت یک سنگ نیمه قیمتی تقریبا سختیش بین 3 تا 4 درجه و روزانه که ما استخراج میکنیم بر اساس از اینکه چون سمپلش سالم بکشیم فرق میکنه. قیمتی است که بیشتر برای تزیینات و تولید لوازم زینتی استفاده می شود. شرکت قرارداد کننده می گوید در حال حاضر در مراحل ابتدایی استخراج این معدن قرار دارند، اما با پیشرفت کار امیدوارند مواد با کیفیت بیشتر را استخراج و تعداد زیاد جوانان را شامل کار بسازند. ما به اینجا به بله معدن فلورایت هستیم. اینجا نگینار خارج می کنیم که انشاءالله نفع به جامعه بشه. که قبلا بوده که ما با کشور خارج مسافرت میکردیم، حالا که است خدا را شکر با کشور خود ما یک کار مسر شده، سر یک معدن فلورایت کار میکنیم. آنگونه که مسئولان محلی این ولایت گفتند در بادغیس حدود 20 معدن که شامل زمرد، زغال سنگ، گچ، سرب و فلورایت میشود شناسایی گردیده است، اما در حال حاضر تنها 4 معدن استخراج میشوند. باشندگان بادغیس امیدوارند که روند استخراج معدن دیگر این ولایت شروع شود تا تعداد زیاد از جوانان شامل کار شوند.